به نام خالق هستی بخش و به نام یاد خدای مهربان عزیزان همیشه همراه سلام امیدوار هستم که جور و صدمن باشین چی حال احوال دارین خوب هستین جور هستین در کنار اعضای خانواده محترمتان از خدای بزرگ برایتان بهترین لحظات و بهترین روزها را خواهان هستم موفقیت بهروزی سلامتی خوشبختی و و بسیار بسیار چیزهای خوب که پر از انرژی های مثبت است تقدیم حضور شما عزیزان میکنم و آرزو می کنم که یک زندگی پر از خوبی و خوشی را در کنار اعضای خانواده محترمتان داشته باشین و تا این لحظه از روز را هم که گذراندن به خوبی و خوشی بوده باشه و در ادامه هم پر از موفقیت و خوشبختی باشم در برنامه روشنا با شما عزیزان هستیم و آرزو میکنیم که مثل همیشه برنامه ما را همراهی کنین امیدوار هستم که با این برنامه ها و با این گفتگوها یک برنامه ریزی دقیق داشته باشین و یک زندگی آگاهانه را پیش ببرین حتما و حتما منتظر هستین که ببینین امروز در ادامه صحبت ها و یک شنبه هایی که با شما عزیزان داشتیم امروز چه گفتگویی با شما عزیزان ما خواهیم داشت خب اول خانم حسن زاده کارشناس برنامه محترم رو امروز برای شما عزیزان معرفی میکنیم که امروز حضور دارن در استودیو سلام علیکم میکنیم خدمتشان و خوش آمدید میگیم بسم الله الرحمن الرحیم بنده سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه و همه بینندگان عزیز برنامه روشن امیدوارم در هر کجا برنامه رو میبینه جور و من باشم و روز و خوب خوشی رو از خداوند متعال برای همه عزیزان خواسته است زنده باشین تشکر خانم حسن برای شما هم موفقیت می‌آرزو دارم و عزیزان بیننده ای که با ما همگام بودن ما روزهای یکشنبه در رابطه با اسراف صحبت کردیم تعریف کردیم و بسیاری از موضوعات در این رابطه با شما عزیزان بررسی کردیم و گفتگو کردیم و به این نتیجه رسیدیم که یک نوع مهارت هست ای که ما در زندگی خود ما بفاهمیم که چه قسم باید مصرف کنیم و چه قسم باید صرف جویی کنیم یعنی اصراف نکنیم در یک حد اعتدال خرچ کنیم و حال مخارج زندگی خود ما را در یک حد اعتدال نگه داریم خب نو محارت هست، یک مهارت است یک نوع هنر است پس صرف جویی در زندگی نتونه یک نوع هنر باشه حالا ما مهارت های زندگی رو باید بفهمیم متوجه باشیم در زندگی مهارت های زیادی وجود داره که باید با دانستن اون مهارت ها آگاهانه زندگی کنیم یکی از اون مهارت ها و هنر همین حد اعتدال هستی که ما باید صرف جویی داشته باشیم اسراف نداشته باشیم و یک نکته زیبای دیگر هم براتون بگویم و بریم به گفتگو بپردازیم و است که زمانی که ما در یک حد اعتدال مصرف میکنیم و خرج میکنیم و اصراف نمیکنیم این رو بفهمیم که یک نوع شکرانگی نعمت های خداوند را انجام دادیم و شکر نعمت هم نعمت را افزون میکنه پس چقدر نکته خوب و زیبایی است ما با اصراف نکردن در نعمت های خداوند را شکر میکنیم و به نعمت های خداوند احترام میگذاریم درست از خانم حسن زاده؟ بله نکته خوبی رو اشاره کردیم بله همونجور که شما فرمودیم موضوع برنامه ما هم. اصراف بود ما در جلسات قبلی که در خدمت بینندگان عزیز بودیم در مورد اصراف علل هایی که باعث میشه اصراف به اتفاق بیفته و بله. حتی ضررها و زیانهایی که اصراف در زندگی فردی و اجتماعی داره ما اینها رو تا جایی که ممکن بود برای بینندگان عزیز بیان کردیم اما جلسه قبل راهکارهای مبارزه با اصراف رو بیان کردیم گفتیم که برای که انسان جلو اصراف رو بگیره باید یک راهکارها و مهارتها و آگاهی های لازم درسته. رو داشته باشه ام. خب در بحث فردی و خانوادگی ما گفتیم که باید فرد تربیت صحیح خانوادگی داشته باشه یعنی بله. یک خانواده مسئول هستن که فرزندان خودشون رو طوری پرورش بدن که اصرافگار نباشه بلکه با کسانی باشن که جلوی اصراف رو بگیرن. یعنی چون خودشان... همون خانواده هست که باعث میشه که به دقیقا. اجتماع راه پیدا کنه یعنی خود پدر و مادر رعایت کنن حد اعتدال زندگی خودشان را متوجه باشن تا که از اونان بتانن همو الگور بگیرن و در همون اصراف و حد اعتدال را حفظ کنن و اصراف نداشته باشن بله از از همون نقش الگوی والدینی که شما اشاره کردین واقعا میتونه در زندگی فرزندان تأثیر گذار باشه خب ای که بعضی از وقتها خود فرد جلو چشم همچشمی ها رو بگیره و نظر او چشم همچشمی ها باعث بشه که خدای نکرده در زندگی او در خوراک چی در پوشاک چه در مسکن اصرافی اتفاق بیاسه به واسطه او تجمل هایی که در زندگی فردی و خانوادگی است و اینها رو میتونه به یک مدیریت شایسته فرد انجام بده که این واقعا روحی قناعت و این روحی قناعت میتونه در بین خانه و خانواده انسان ترویج بده بله. و یک افرادی رو پرورش بده که با اصراف مبارزه میکنه و حتی ما قابله میکنم خب از سطح خانه و خانواده ما بخوایم بگذاریم به سطح کلان جامعه وارد میشیم یک نکاتی که واقعا لازم هست در سطح کلان جامعه اتفاق بیفته که اصراف صورت نگیره چون اصراف هایی که در جامعه هست واقعا بیشتر هست درست. که در در خانه و خانواده چند تعداد محدودتری هستن بله. و بهتر میتونن کنترل کنن ولی وقتی به سطح اجتماع را پیدا کرد واقعا آسیب های کلانی میزنه به اقتصاد اجتماع میتونه آسیب های بله. کلانی بزنه حتی به در سطح کشور میتونه آسیب های رو به جوامع بشری بزنه درستن. در سطح کلان به چرخه اقتصاد جامعه بله. ولی راهکارهایی که این جلسه میخوایم راهکارهای اجتماعی برای جلوگیری از اصراف هست اولین موردی که واقعا تاثیرگذار هست و متان بسیاری از جلاب بسیاری از اصراف ها رو بگیره امه. همون آ... انتخ... شما فرمودین که مهارت و آگاهی به دقیقاً. طرف بده بله. این آموزش در محیط آموزشی هست. بله. یعنی محیط های تربیتی که الان وجود داره ممکنه مؤسسات باشه، ممکنه مدارس باشه و ممکن هست مکتب ها باشه، فرقی نمیکنه دانشگاه ها باشه درست. و هر طریقی با این مراکز آموزشی باید در اصلاح الگوی مصرف برای او افرادی که آم... کارآموز از اونها هستن بله. و شاگرد از اونها هستن آموزش های لازم رو بدن چون آموزش مراکز آموزشی بعد از خانه و خانواده میتونیم بگیم خانه دوم هر فرد هست بله، بله. همونطور که فرد میتونه در خانه تربیت پیدا کنه گفتیم نقش بله. الگوهی والدین برای از اطفال دارن وقتی که به اجتماع وارد میشن بله. و به مکتب وارد میشن اینجی مربیان از اونها خب معلم ها از اونها میتونن رو کودکان تاثیر گذار بله، باشن اونها میتونن الگو باشن برای میتونن الگو بله. باشن به هر شکلی که در قدرت از این مورد بیان هست ام. باید از حال میتونه برنامه ریزی باشه درست. یک برنامه ریزی صحیح در کتاب های درسی باید حالا هر جوری که مدیران و ملما برای مثلا تدبیر خاص خود ممکنه داشته باشن برنامه ریزی های کتاب درسی باشه یا همون تعاملی باشه که با شاگردان دارن چون همون اصول فکری اخلاقی باعث میشه که در رفتار از او شاگرد تجلی پیدا بله. کنه پس او چیزی که می‌بینه، اگه ببینه معلم مثلا هنگام خارج شدن از سنف اون برق رو خموش میکنه و ممکن است چیز وسایل گرمایشی باشه او رو خموش میکنه درستان. ای باعث میشه که خود طفل یاد بگیره و برای از او همونطور که در داخل خانه بله. الگو هست اینجی معلم از او دقیقا. الگو هست حالا این الگویی هم که شما بیان کردین زیاتر هم عملی احسن. حالا بسیاری وقتا مادرها پدرها یا بسیاری از مربیان مکتب معلمان عزیز ما خب شاید بگوین درست؟ مثلا بگوین که اولادا اصراف نکنین یا شاگردا اصراف نکنین در گفتار در گفتار باشا. ولی خب وقت عملی خودشان انجام میتن این میتونه یک الگوی بسیار خوبتر باشد و راحت باعث میشه کودکان تقلید کنن و حتی بزرگ سالان تقلید م. کنن از دیگران و او رو در زندگی خودشان پیاده کنن چون آموزش واقعا میتونیم بگیم زیربنای نهاد تمام جوامع بشری است اگر اصول تربیت صحیح در مدارس ما برقرار باشه کودکان نه تنها در زمین اصراف و اصلاح الگوی مصرف بلکه در هر زمینه میتونن موفقیت ها و پیشرفت های به دست بیارن درسته. و او رو به جامعه کلانتر بعدها منتقل بلید. بدن پس این درست مصرف کردن واقعا میتونه مؤثر باشه که از طریق آموزش به کودکان بیان بشه حالا این آموزش که شما بیان کردین صرف آموزشگاه هاست مقصدتان یا نیه چیز جاهای دیگه مثلا رسانه هم میتونه مؤثر باشه اونا رو در زیر مجموعه اینها بیان میکنیم درست. ب... الان ما بحث آموزش, آموزش که مکاتب رو تر... تعلیم و تربیت رو میبردازیم که اصول و الگوی مصرف صحیح رو به اونها بیان کنن خب مصرف گرایی رو بعض وقتا بعضی از معلم ها مدیران میگن مصرف نکنید در صورتی که ارگوی مصرف درست اینیه که مصرف نکنید مالی. بلکه مصرف نامتعارف نکنید درست هست اینه که متناسب ممکنه یک فرد نیاز داشته باشه با خب خداون نعمت های خدا داره برای که ما استفاده کنیم بهره ببریم بس مقصد این نیست که ما استفاده نکنیم منظور از مصرف گرایی استفاده مصرف نادرست نامتعارف او چیزی که بیش از نیاز خودمان از او منابع بر بله. و استفاده میکنیم ممکن خیلی از اون منابع هم به هدر بره و این هدر رفتن میشه اسراف که باید این جی رو توجه کنیم بعض وقتا ممکن است یک حال ممکن است در زمینه های مختلف هم باشد بله. که مربیان میتونن این رو به اطفال آموزش بدن تنها سر زمینه خوردن آشامیدن یا او قلم دفتری که یک کودک ممکنه در مکتب استفاده کنه نیه حتی ممکنه در وقت از او باشه دقیقا. اطلاف وقت از ایف... مثلا زمان. اگ... زمان, از او بله. آموزش داده نشه برای که از زمان خو یک تف چجوری استفاده کنه خب این هم, هم اصراف اتفاق میفته حالا مثلا ما یک وقفه داریم میخوایم که وقفه را بگیریم تقدیم عزیزان بیننده داشته باشیم بعد از او در ادامه صحبت با شما هستیم عزیزان بعد از یک وقفه کوتاه همچنان با برنامه روشنا همگام و همراه باشین <تصفيق> <تصفيق>

تشکر از همراهی گرم همه شما هموطنان خوبم و هر کدام از شما عزیزی که بیننده برنامه هستین در رابطه با اصراف صحبت های زیادی داشتیم با شما عزیزان و امروز در بود اجتماعی صحبت میکنیم و ای که اصراف در جامعه و اجتماع چه قسم میتانه باشه و چه راهکارهایی را خواهیم داشت خانم حسنزاده عزیز در بود اجتماعی و جامعه خطاب کردن به شما مربیان و اولیای مکتب شما معلمان عزیز و شما استادان گرامی شما میتانین که آگاهی بتین به فرزندان یک الگوی عملی باشین برای شاگردان عزیز تا که انشالله ما دانش آموزانی داشته باشیم شاگردان داشته باشیم که از اسراف دور باشن و هر چیزشان در یک حساب و کتاب دقیق و یک برنامه رزی دقیق باشن و در حد اعتدال در هر چیز مصرف داشته باشن و ادامه صحبت را میشنویم ببینیم که خب در قسمت و بود اجتماعی در چه مسائل دیگه باید ما در بود اجتماعی را در نظر بگیریم و اصراف در اجتماع و جامعه چگونه هست و چه راهکارهایی دارد درست است خانم بله. حسن زده خب حالا حالا ما بحث مکتب و اولیای مکتب از معلم‌ها ها رو بیان کردیم سایر موضوع مورد دیگه که میتونیم بیان کنیم بحث تبلیغات است. تبلیغات در بحث صرف جویی و ارائه الگوی مصرف صحیح واقعا میتونه تاثیرگذار گذار باشه بر روی افراد و الان چیزی که ما در رسانه ها می بینیم در رادیو تلویزیون و سایر رسانه ها می بینیم این است که و چیز، از او چیزی هست که واقعا انتظار داریم بیش از حد داره رشد میکنه تجمل گرایی هست ممکن است یک تبلیغاتی باشه و به یک وسیله اصلا در منزل او کارایی نداشته باشه ممکن است فردی سالها زندگی کرده و او وسیله رو در زندگی خودش نداشته و زندگی از او پیش میرفته ولی این چنان تبلیغات به وسیله تکیه میکنه میگه زندگی بدون این وسیله امکان, امکان پذیر نیست. نیست. بلکه از ضروریات زندگی هست. خب این باعث تبلیغات باعث میشه که رواج بده ام. چیزهایی که واقعا انسان در زندگی از او نیاز نداره ولی او جنبه روانی از او جنبه روانی تبلیغات خیلی در این زمینه تاثیر گذار است خب گرایش های جدیدی به مادیات در انسان ایجاد میکنه یعنی تمایل استفاده از است بیش از حد بعضی از وسایل در جامعه یا بیش از حد از یک لباس هایی که مثلا ممکن است در طول سال به ده دوازده مثلا دست بله. لباس انسان اکتفا کنه ولی تجمع گرهیم که نه هفته این سه چهار دست آه. لازم هست یا جرسه. بیش از او لازم است خب رفتار این تبلیغات رفتار مصرف گرایی و تجمع گرایی رو در افراد زیاد, زیاد میکنه, بله. و زیاد کردن و از اونچه که جنبه روانی داره فرد احساس میکنه اگه او وسیله یا او امکانات رو در زندگی خود یا او پوشاک رو در زندگی نداشته باشه دچار بله. دوچار کمبود شده ها دیگه یعنی از دیگرها پس مانده دیگرها پیش رفتن در زندگی خودشان میتونن یک زندگی خوب را تجربه کنن ولی من اگر او سامانه رو نداشته باشم او وسایل نداشته باشم امکان داره از دیگرها مثلا پس مانده باشم و یک رقابت ناسالم پیدا میکنن یا مهمانی های و مجالس و کلان گرفتن ممکن است واقعا لزومی نداشته باشد که انسان برای بعضی از مناسبت ها همچین محافل بزرگی بارده. رو برگزار کنه ولی چون تبلیغات و اجتماع و اطرافیان و دیگران در این فرد تاثیر گذاشتن فکر میکنن اگه همچین محفلی رو برگزار نکنه از دیگرها کم آورده خب اینها رو ما میتونیم بگیم بعض وقتا واقعا به جا نیست بلی. و بر اون جنبه رمانی فرد هست که تاثیر گذاشته تبلیغات نابجایی که در فرد تاثیر گذاشته در این میگیم وظیفه مراکز تبلیغاتی که ممکن است هر رادیو باشه تلویزیون باشه رسانه باشه حتی مساجد باشه. باشن بله. یا مراکز فرهنگی باشن درستن. هر جایی که تبلیغات به عهده داره این است که ارائه الگوی سعی رو واقعا نیاز دارن جامعه به اونها بیان کنن خب چیزهایی که واقعا در فرهنگ نیاز است اونها رو ترویج بدن بله. خب این است که در برنامه های خودشون اعتدال و میانه روی که در اسلام به او اشاره شده بله. و چقدر هم با روح و روان و فطرت انسان سازگار است اونها رو ترویج بدن بله. مثلا... بس رسانه در دو بود میتونه کار کنه هم میتونه که بود مثبت کار کنه هم علاوه بود مثبت همی که میاد تبلیغات میکنه یک حالت برنامه های تبلیغی جور میکنه یا ای که آگاهی میته مثل برنامه روشنا درست خب یه آگاهی میته برای بیننده که اصراف چی هست و عواقب از او چی هست راهکارهای او چی هست و گاهی وقتا با تبلیغات ناشایسته خودش امکان داره که بیا اصرافت تبلیغ کنه اصراف ترویش, ترویش بده آه. حتی در جایی که بعض وقتها اتفاق افتاده خانواده هایی که اصراف نمی کنن آه. به جا خرج می کنن، حتی حد اعتدار رو رایت میکنن و تجمرگراه نیستن اونها رو از زندگی مثلا کردن آسایش اونها رو میگن اینا زندگی آسایشی ندارن آه. یا حتی به اونها خدای نکرده کناره هایی میزنن و باعث میشه که با نسبت به اونها سوی دید داشته باشن و سوی زن داشته باشن که اینها با خلب میورزن اینها خرج نمیکنن در صورتی که خانواده ممکن است به جا خرج کنه این تبلیغات سو هست متاسفانه کالاهای تجملی است که بین خانواده ارزش بله. به پیدا مهم. کرده و یه ارزش هم ارزش نابجایی هست دلستان. و یک امتیاز ممکن است محسوب نشود حالا چطور پس... خانم مثلا مثلا یک تبلیغ پخش میشه یا یک سریال تلویزیونی پخش میشه که در او حالا شاید حتی از کشور خود ما نباشه درست شاید مثلا از کشور ترکیه باشه یا هند باشه اینو اگر پخش شوه خب میبینیم زندگی ها تجملاتی که در او هست سازگار نیست با زندگی میاری ما خب چی باید کرد با قسم رسانه هایی که بتانه مثلا آدم پیشگیری کنه اصلا نکته بسیار خوبی رو اشاره کردیم و حساسی رو اینجی هست که واقعا انسان باید عقل خور حاکم کنه شرایط فرهنگی ما با شرایط فرهنگی او جامعه کاملا متفاوت هست اینجی باید به اساس او بودجه که انسان در اختیار از او داره باید تف... تجمع رو مثلا آیا من این که الان دیدم واقعا ضرور داره حاکم کردن عقل و فکر در اینجا دوستم. انسان رو متانه هدایت همون بهارتی که گفتین شما بیان احسان. کردین و ما هم گفتیم یه هنر دمیجه معلوم میشه احسان. که انسان با وجودی که ببینه بسیاری از چیزهایی که باعث تبلیغ هست در زندگی حالا شاید یک رسانه یا یک سریال تلویزیونی یا یک زندگی قسمه باشه که از رسانه او نشر میشه ولی خب ما فقط جنبه سرگرمی او رو باید دقت کنیم به سایر مسائل او شاید بخواد اصراف در اونجا بیاد ترویج کنه حالا شاید هم ناخواسته باشه ولی خب ما باید در نظر بگیریم که مهارت یک انسان دهی هست که بفهمه و متوجه باشه که چه قسم برای زندگی خودش برنامه ریزی کنه اصلا اون حتی مثلا بعض وقتا انسان نیازمندی های داره جوری هست ما در زندگی یک نیازهایی رو دارم وقتی بعد وقتا فکر می‌کنن فرد بیاد نیازهای خود رو در زندگی برطرف کنه این اسراف است نه این اعتدال است چون شرایط انسان ممکنه با شرایط چهار سال پیش یا ده سال پیش متفاوت باشه این البته باید در نظر بگیریم داخل پرانتز ام. که شرایط زندگی رو انسان میسنجه یک تکنولوژی که امروزه در زندگی لازمه ممکنه 5 سال پیش او رو لازم نبوده و الان لازم و ضروری هست و او رو باید انسان تهیه کنه درسته. و او جز نیاز است اینجوری دیگه اسراف محسوب نمیشه, نمیشه. اگه مصرف همونطور همون که قبلا هم گفتیم قبل از میام برنامه این که از حد اعتدال خودش خارج آه. بشه و ممکن است اصلا به او انسان نیاز نداشته باشه و بدون او بتانه یک زندگی داشته باشه آه. که هیچی به اون مثلا به او وابسته نباشه یعنی بسیار وقتا بعض از امکانات رفاییات برای انسان رفاه میاره خب نیاز است دیگه پس تهیه از اونا اصراف گفته نمیشن مثل موبایل که واقعا در زندگی امروز واقعا به نیاز هست خب این یک شخصی که یک موبایلی در حد خودش داشته باشه دیگه اصراف گفته نه. نمیشه فرهنگساز فرهنگ ساز به نکته بعد از تبلیغات که میتونیم بگیم وابسته به همین تبلیغات است بحث فرهنگ سازی است انسان خوب است که این رو در جامعه خودش فرهنگ سازی کنه اگه اگر در سطح سیاست های کلان هست و افراد های مثلا در سطح بالای کشور قرار دارن یا حتی بعض وقتا افراد ما این رو میگیم میگن او افراد مثلا رهبران جامعه دیگه مسئولیت این کار رو دارن و مسئولیت این شامل حال ما نمیشه در صورت که بحث فرهنگ سازی شامل تک تک انسان ها هست مم. چون ما بره. تک تک انسان ها هستیم در اجتماع حضور داریم پس میتونیم یک فرهنگ سازی بکنیم وقتی که در اجتماع حضور داریم میبینیم اگر جایی که واقعا نیاز نیست که شیر آب باز باشه تذکر بدیم و این خیلی میتونه به مفید باشه مم. یا و جایی که میبینیم که فردی هست واقعا رایت میکنه این تشویق و تذکر خیلی میتونه در بحث در اجتماع تأثیر گذار باشه یا فردی که رایت میکنه میگیم خب مثلا اگه دیدیم از یک مکتب یک دانش آموزی خارج شد خب به خاطر که بقیه دانش آموز تشویق بشن یا یک فردی از شغلی داره از محل کار خود خارج شد و چون بقیه افراد تشویق بشن اگه دیدیم نام پیرو خاموش کرد و توجه کرد به وسایل گرمایشی و سرمایشی خب این تشویق کنیم که حتی پاداشتی در حد او نیاز اونجی که لازم هست برای از او تهیه کنه این باعث میشه که در بین جامعه رواج پیدا کنه و فرهنگ سازی بشه دقیقا. بحث فرهنگسازی سازی یک بحثی نیست که مثلا یک شبه اتفاق بیفته بالی بالی. بعضی ها فکر میکنن که ما الان با سه چهار با تذکر با سه چهار با تشویق این فرهنگ سازی میشه نه بلکه یک پروسه زمان بر هست دقیقا. ممکن از نقطه شروع از او وقتی انسان تصمیم میگیره به صرف جویی و جلوگیری از اصراف مهم. باشه ولی نقطه پایان از اون ممکن است مدت ها طول بکشه بله، بله. تا یک فرد بین یک فرد هنگ بی جا بیافته بله. و جل... از اصراف جلوگیری کنه حالا مثلا زده ببینیم مثلا وقتی ما اصراف میگیم ناخداگاه به یاد دادم همین مثال های مفتکش مثلا مصرف, مصرف کنیم صرف جویی کنیم در مصرف آب یا نمیفهم در برخار مراقب باشیم که همیشه روشن نباشه خاموش کنیم گل کنیم خب فکر میکنم که بحث اصراف خیلی فراتر از این موضوعات است اصلا دامنه واقعا گسترده, ای داره است. حتی ما مثال زدیم در اوقات ما در استفاده از وقت انسان بله. متان شامل دفتیقان. باشه من یاد از حدیث از حضرت علی علیه السلام افتادم که از امام جعفر صادق علیه السلام ببخشید حالا حضرت علی علیه السلام در رابطه با اصراف حدیث و روایات زیاده دارن حالا از امام صادق علیه السلام که گفتن که اصراف هم در مال هست هم در جان هست یعنی کوشش کنیم که هم اصراف نداشته باشیم در مال خود ما که همین بحث است که ما داریم که اعتدال داشته باشیم در مصرف و زیاد رویه های زندگی ما هم در جان ما حالا خب جان ما بستگی داره به که سلامتی خود ما را به خطر نندازیم و برنامه رزی داشته باشیم در خورد و خوراک ما در نوع تقضیه ما در سلامتی ما یعنی ببینن که دامنه اصراف بسیار گسترده احسن. واقعا ما چون چیزی که متعارف است در بین جامعه حالا بله. این که... مثال هایی را که ما بیان احسن. میکنیم در حد مثلا بستن آب که باز است یا گل کردن چند تا لامپ و گروپ که روشن است صرف به اینا محدود, محدود نمیشه, نمیشه. بحث بل. اصراف بسیار گسترده است بعد از یک وقت ها میان برنامه برنامه روشن ها را هم نهی

با ما باشین با برنامه روشنا از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری با شما عزیزان هستیم با شما خانواده های محترم شما پدرها و مادرهای عزیزی که جوانانی در کنار خودتان دارین و در یک خانواده پر از صفا و صمیمیت و مهر و محبت بیننده برنامه روشنا هستین با موضوع اسراف و به پیشگیری و راههایی که میتونه ما را از اصراف دور کنه باشه شما گفته بود صحبت میکنیم در بود اجتماعی حالا مثلا زدم صحبت ما به این قسمت ختم شد که بر حال در قسمت بود اجتماعی همزمانی که مکاتب میتانن بسیار موثر باشن معلمان و استادان رسانه هم بسیار زیاد میتونن تحصیل گذار باشن خب همیشه رسانه در مرحله تبلیغات و آگاهی رسانی بسیار زیاد میتونه تاثیر گذار باشه حرف اول میزنم به نظر من حتی خب در سایر بخش اجتماعی دیگه چه نهادهایی میتونه مؤثر باشه چه گروه ها چه بخشهایی هایی میتونه موثر باشه در زمینه اسراف بله این گزینه‌ای که شما فرمودید ما در همین برنامه ذکر کردیم در قسمت تغییر فرهنگ بودیم مصرف که خواهد. تغییر فرهنگ مصرف گرایی و جلوگیری از اسراف بودیم گفتیم که این فرهنگ سازی در توسط هر نهادی که ممکن هست هر اجتماع عمومی متانه انجام بشه و میتونه هم تأثیر گذار باشه و پروسه زمانی که میبره متان طولانی باشه پس ما یک شبه معمولا فکر احساس نکنیم که مجله اصراف رو این نهاد شروع کرد بگرفتن شکشبه اتفاق میفته ام. بلکه تغییرات فرهنگی معمولا نامحسوس هستن بله. پس از این که ما در نظر بگیریم زمان, ام. زمان, و وضعیت فعلی رو که میسنجه ممکن است حتی سالی به تو... ماه بگذره به سال بیانجامه بله. تا این فرهنگ و پروسه اجرا بشه و جالب این است در همین تغییرات نامزود هیچ وقت انسان نباید ناامید بشه و در همه از ارشای اخلاقی که انسان میخواد در جامعه حکم بشه نیاز به صبر و مقاومت و امید هست و انسان تلاش کنه در این زمینه و در زمینه اصراف هم صبر شایانی نیاز داره بله. ما گفتیم ای مورد دیگهی که میتونیم بعد از تغییر فرهنگی که ایجاد کنیم این از ایجاد با همون تغییر فرهنگ ایجاد روحیه مراقبت از منابع عمومی ام. به محصه که مر... واقعا مردم احساس مسئولیت کنن خود آگاهی در اونها ایجاد بشه که من الان از یک موتر عمومی که استفاده میکنم متعلق ب... به من تنها نیست بلکه متعلق به بقیه هم از ما ممکنه یک ساعت از ای استفاده کنم دو ساعت استفاده کنم و ساعت های ای که دیگران از اون نیاز داشته باشن استفاده کنن این احساس مسئولیت که ما با این به این موتر یا ممکنه چیزهای بسیار گسترده دیگه ای که در زمینه باشه آسیب نزنم بره. یا وجود بیت المال وقتی که تاکید بشه در اجتماع این روحیه باعث میشه خداگاهی در افراد ایجاد بشه و این روحی دین باوری میتونه به ای ف... افراد دقیقا. کمک کنه در ضمن چون... خانم حسن زاده الان ما چقدر عجله دارم این موضوع رو بگم صحبت های شما رو قطع کردم اه... یک پیشنهاد داشتم بشادت <تصفح> نگاه شما میخوام ببینم بررسی کنید بیار ما یک کمپین را پرتم یک کمپین بندازیم حالا خب دیدن که در جامعه امروزی در رسانه و در فضای مجازی کمپین مندازن که کمک بولد وقت قضیه و موضوع حالا بیا ما کمپین رو بگویم با که خب ما در هفته یک روز را تحت عنوان اصراف نمی کنم. اصراف. ما اصراف نمیکنم یا یک روز بدون اسراف حالا خب ما اسراف داریم در زندگی گاهی وقتا متوجه نیستیم قافل هستیم, قافل بیشتر هستیم. از موارد ما بعض وقتا قافل بله. هستیم حالا با... میتونه در وقت ما باشه در زمان ما باشه در سلامتی ما باشه در مال و... مسائل اقتصاد زندگی ما باشه میتونه در هر مورد باشه خب ما یک روز را اختصاص بتیم در هفته بگویم روزی که بدون اسراف باشه این کمپین باشه در تمام شهر در تمام کشور اجرا شده خب این قدم به قدم خودش میتونه فرهنگسازی سازی شود او روز کلگی متوجه هستن خب این روز روز چیست روز است که ما اصراف نباید بکنم احسن. یک روز بدون اسراف او وقت فرنگ میشه این میتونه که کم 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 تمرین شود بر اون نفر که در سایر روزها هم تمرین کنه دیگه اصراف نکنن حتی این وقتی که جا بیفته همین کمپینی که شما به بله. نکته بسیار به جای بیان کردی باعث میشه که ای کسی که اصراف میکنه یک عیب شناخته بشه عیب ملی بله. باعث میشه که فرد جلاب خور بگیره در جای دیگه بله. بگه بقیه به من چی میگن دول. در صورتی که ممکن است در اثر تبلیغات سوی قبلا گفتیم تجمع گروهی رو... چنان رواش پیدا کرده باشه مم. که اگه فردی تجمع نکنه مورد سرزنش قرار بله. بگیره ولی بله. بله یک عیب ملی بشه خب این از ما نمیتونیم بگیم مبارزه با اسراف همونطور که شما فرمودین از این طبقات مثلا از خانواده های صرف شروع بشه این نکته بسیار خوبی است چون خانواده به اجتماع کشانده میشه و بعد گسترده میشه بلکه اگه این کمپین از خانواده باشه یا از دو... اناهی دولت باشه از سطح طبقات بالای اجتماع باشه بله. این تاثیرگذاری بیشتری, بیشتری داره. داره پس حالا به حب... شما به خانواده ما به خانواده های عزیز ما بگوین که یک کاغذ نوشته کنن روز بدون اصراف در خانواده ایره بزنن در دیوار خانه خودشان بگویند که اعضای خانواده ما دخترم بچیم جوانم یا خود پدر مادری که هستن ما امروز را رو روز بدون اصراف داریم ما در امروز کوشش میکنیم که هیچ نوع اصراف در هیچ زمینه نداشته حتی در شبکه مجازی بله. تا شب بیدار هستن در موبایل هستن خود اصراف میکنی در وقتت در سلامتی سلامتی رو به خطر مندازی از موبایل و زمان زیاد استفاده میکنی پس هم سلامتیت به خطر میفته هم وقت و زمانت بیهوده میره پس اصراف میکنی ما امروز یک روز بدون اصراف داریم بله. و یک کم کم میشه تمرین برای رسائل روزها بله ای باغانی تمرین وقتی بشه تبدیل به عادت میشه درست. خب پس مصرف و اعتدال مصرف به جا میشه یک عادت همونطور که الان ممکن است نابجا استفاده کردن و مصرف گرایی یک عادت شده باشه بر با وسیله همین کاری که شما فرمودیم و یک کمپین تبدیل به استفاده به جا میشه نقش دولت در اجتماع واقعا میتونه یک تاثیر گذار باشه دكید. همونطور که نقش خانه و خانواده و افراد جامعه تاثیر گذار هست دولت هم میتونه در پروژه های بسیار کلان تأثیر گذار باشه میتونه نظارت دقیق بر بازار داشته باشه بلد. خب ای این یک نوع جلوگیری از احتکار میشه دقیقا. خب جلوگیری از اصراف میشه ممکنه به وسیله احت... مخفی کردن بعضی از مایحتاج ضروری مردم دلسته. بیشتر از اونها دچار خراب, ش... خراب بشه و از بین بره بلد. خب یا میتونه نظارت دیگه بر ساخت و ساز و احداث پروژه ها داشته باشه یا بهرهگیری از فناوری های جدید در زمین های مختلف خب این دولت وقتی که فناوری جدید رو وارد اجتماع کنه بعضی از وقتی که واقعا اصراف می شده یا به وسیله جسمانی کارها انجام درستم. می شده می تانه صرفه جویی باشه خیلی نکات دیگه است که ما اینها رو فقط تیتوار اشاره میکنیم مهم. که سهم سازمان مؤسسات و دولت میتونه باشه بله. و پررنگ کردن نقش و نهادهای قانون قانونی و عوامل اجرایی مثل همین نکاتی که شما فرمودید میتونه شامل اینها باشه وضعیت مثلا برای کسایی که تجمع گرایی میکنن یک مالیات های کلانی وضع بشه درسته. خب این دیگه ف... اون با توجه به مالیات فرد باعث میشه که تجملات کمتری در زندگی خود خود خب وارد بکنه درسته. و مردم رو آزاد بگذاره در انتخاب های خودشان از این لحاظ که بعضی وقتا مانا... مانع نشه وقتی که میخوان جلب تجمل بگیرن و کارهای دیگه رو بکنن مانع ایجاد نکنه اینها وظایفی هست که دولت میتونه انجام بده و بسیاری از وضعیت های دیگه هست که از سهم مردم خارج است و از همه مهمتر چون وقت زیادی نداریم دل. معرفی الگوهای ساده زیستی واقعا میتونه هم از نای خانواده هم از نای اجتماع تاثیرگذار باشه ما چقدر در دین مبین اسلام افرادی داریم که ملاک و زندگی از اونها و از اصول زندگی از اونها بله. مبارزه با اسراف بوده درستان. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گرفته تا ائمه اطهار نمونه های بارز از اونها در زندگی هستند که الگوی مصرف در اسلام هستند حتی زهد و ساده زیستی از اونها زبان زده هستند خب ما در زندگی و سیره ائمه اطهار و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم که ساده غذا می خوردن. ساده غذا خوردن به معنای این نیست که انسان فقط اون چیزی که بدن از اون نیاز بلی. داره جلو از بگه یعنی ساده از این که تجملات و بلی بلی. چیزهای زیادی زیاده روی, زیاده نکنن. و به چیزهایی در داخل سفره بیاره که بعدا اونها رو دور بریزه خب ساده, ساده غذا میخوردن ساده لباس میپوشیدن لباس هایی که تجملاتی بود و حت، حتی باعث میشدن رهبران جامعه بودن و در صدر جامعه قرار داشتن مثل افراد ضعیف حتی لباس میپوشیدن و غذا میخوردن خب بر مرکب حتی بدون زین و پالان سوار میشدن اینها در سیره عیمت بسیار دید. میشه و از همه مهمتر اگه انسان به این سیر الگوها توجه کنه میان روی دیشته باشه خیلی وقتا به حلال و حرام هم توجه میکنه دقیقا. ولی ولی متاسفانه ما در زیانهای اصراف گفتیم در بحث زیانها که وقتی که انسان توجه نداشته باشه به حرام و حلال اسراف هم دوچار میشه درسته. برعکس اگه اسراف در زندگی از او باشه به حرام و حلال هم توجه نداره درست است تشکر میکنیم خانم سنزاده زنده باشین و تشکر قدانی از شما خواهر خوبم و همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراهی کردین برنامه روشنان هم. روشنان را زنده باشین تشکر میکنیم از شما و موفقیت پیروزی و صدمندی برای یک یک شما عزیزان آرزو من هستیم خداحافظی میکنیم و شما را به خدای پاک و بزرگ میسپاریم تا برنامه های دیگر خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل محمد و آل محمد وعجل فرجه